تلاش دوباره نمایندگان سازمان همکاری و امنیت اروپا برای بازدید از سایت سقوط هواپیمای MH17 ناکام ماند. ناظران اروپایی در میانه راه با فشار جدای طلبان هوادار روسیه ناگزیر به شهر دونتسک بازگشتند. سخنگوی آنها میگوید هدف سازمان مطبوعش بررسی و بازرسی جاده ها در این منطقه است. او میگوید ما میخواهیم امنیت جاده ها را برقرار کنیم. هواپیمای MH17 خطوط هوایی مالزی در شرق اوکراین و در نزدیکی شهر دونتسک کانون درگیری ها میان جدای طلبان ارتش اوکراین منفجر شد و به زمین اصابت کرد. 298 مسافر هواپیما در دم جان دادند. سازمان های اطلاعاتی آمریکا دلیل انفجار هواپیما را پرتاب موشک از سوی جدایی طلبان هوادار روسیه می دانند. ولادیمیر رویسمن نخست وزیر موقت اوکراین با تأسف از وضع موجود میگوید افسوس خودم را از اینکه جدایی طلبان هوادار روسیه اجازه حضور بازرسان بین‌المللی را نمیدهند اعلام میکنم. ارتش اوکراین از سوی دیگر متعهد شده است که در منطقه سقوط هواپیما دست از نبرد خواهد کشید تا اجازه دهد بازرسان بین‌المللی از سایت فاجعه نمونه برداری کنند. این تصاویر را ارتش اوکراین گرفت و نشان می‌دهد که جدایی طلبان همچنان در آن منطقه به نبرد ادامه می‌دهند.